آخه دورت بگردم دستنها؟ چرا نمیگی یکی بیاد کمکت کنه؟ مثلا کی؟ سعید. اون هنوز هیچی نشده، یه قشقرقی را انداخته که بیا و ببین. میگه اگه یکی بیاد ناقل باشه چی؟ آخه اینجوری دستنها هم که نمیشه. فدای سرت، تو که هستی عزیز جون. نوکرتم من، کوچیکتم. حالا سیاهیارم زدیم، تو این اوضاع چجوری میخوایی مراسمو بگیریم؟ پسرم، من نوه حاجی محمد بکایی هستم. زمان رضاخان با اون همه قلدر و چماقدارش مراسم عزای امام حسین رو برگزار میکرد، تازه تعزیه هم میخوند. حالا من بیام به خاطر یه ویروس وامونده تعطیل کنم مراسمو؟ عزیز، من کی همچین حرفی زدم؟ الان همه نگران سلامتی شما، میخوایی به جای مراسم نظری بدیم؟ مادر، نظری جای خودشو داره، مراسم عزاداری امام حسین هم جای خودش، هر چیزی به جای خودش. تو خودت از صدقه سر همین مراسم بزرگ شدی. عزیز جون، اون نمک پرورده این سفره ایم، یادش بخیر. خیلی از رفقای محل از محرمای این خونه خاطره دارن. ابوالفضل جانم. مادر، نگرانم، مراسم عزاداری امام حسین خالی نمونه، رفقاتم بیار. شما قصه اونو نخور، قربونت برم، اون با من. شما فقط بشین پشت پنجره، بقیه کارو بچه ها انجام میدن. چشم. مادر سلام. سلام مادر. کار خودتو کردی؟ سیاهی زدی؟ کروناست، به خدا خطرناکه بابا. تازه تو قلبت فنر گذاشتی، اگه یکی اینا مریض بشه با چی ها کنی؟ بچه دلم نمیخواد کسی مریض بشه، برای همین گذاشتم تو حیات. نمیشه، واگیرداره، ویروسه. آمار رو ندیدی؟ با فاصله میشینم، تو هم دم در بشین، یکی ماسک بهشون بده. بین هر دو نفر دو تا جایی خالی باید بذاریم، به خاطر همین 10 نفر بیشتر جا نمیشه. باش، 10 نفرم 10 نفره. ماسک تو بده بالاتر، ماسک بده بالاتر. خوش اومدید. 4 سر برادر زینب به یاد شهدای گلگون کفن، شهید ابوالفضل اکبری، شهید اصغر عبدالحسین زاده، شهید غلام رضایی. اشغال ببینم 10 نفر ها یه کسی را نمیدم. مادر جان، راضی هستی؟ مادر